حمام ما مطمئن هستم دوستان و روحانیون محترم که در بین ما و شما تشریف دارند روی این موضوع صحبت کردم و ممکن در شب آینده صحبت بکنم. اما من میخواستم در اینجا با یک نقطه اشاره بکنم با آن این است ما زمان را به عنوان یک فاکتور مهم در بحث عاشورا و انقلاب کربلا باید جاگزین کنیم. یعنی عاشورا و انقلاب حسینی در عصر فعلی و در عصر کنونی برای ما چی بیان دارد؟ افغانستان تجربه تلخ جنگ های خانمانسوز داخلی را دارد، جنگ هایی که حوادیث دردناک مثل حادثه چندمون را به جا گذاشت، جنگ های داخلی که فاجعه افشار را در تاریخ معاصر افغانستان ثبت کرد، جنگ های داخلی که گورهای دست جمعی را جمع داشت. مردم ما، کشور ما تجربه تلخ دوران بنیادگرایی طالبی را به خاطر دارد. حاکمیت تفکر طالبانی، حاکمیت این اندیشه در سرزمین ما، قدرت تعامل، قدرت گفتمان و همزیستی مسلمان‌آمیز را از ما سلب کرده و خاطر داشته باشید حاکمیت تفکر طالبانی در افغانستان اتفاقی نبود، بلکه این طرز تفکر، این اندیشه سالها در بطن جامعه ما شما و در کشور همگوار ما شما رشد و نمو کرد. تا زمانی که این طرز تفکر قدرت سیاسی رو در افغانستان در دست گرفت، با دست گرفتن قدرت سیاسی یعنی چی؟ طالبان با دست گرفتن قدرت سیاسی روابط اجتماعی رو در کشور ما، ساختارهای اجتماعی را، ساختارهای نهادهای مدنی را، تأسیسات و نهادهای سیاسی کشور را تغییر داد. یعنی چی؟ یعنی حاکمیت این طرز فکر برای جامعه ما جهت تعیین کرد. دوستان، وطنداران، این باید متوجه باشید که جامعه شما با کدام سهم در حرکت است. این خیلی مهم است. ما مسئولیت داریم، ما با عنوان یک شهروند مسئولیت داریم که درک کنیم جامعه ما با کدام سهم در پیش دارد. این حرفا حرفای آرمانی و رویایی نیست. ممکن پیش از این که طالبان در افغانستان حاکم شود، اگر کسی صحبت از این طرز تفکر میکرد، ممکن دیگران میگفت این صحبت‌ها صحبت‌های آرمانی است، این صحبت‌ها صحبت‌های رویایی است. اما روز رسید که این طرز تفکر بر جامعه ما مسلط شد، در افغانستان حکومت تشکیل داد. لذا ما باید آگاه باشیم، ما باید درک کنیم، ما باید این رو متوجه باشیم که جامعه ما با کدام سمت پیش برود.
آره طرز فکر که یکی از بزرگترین آثارهای تاریخی جهان را منحنی کرد. تخریب پویای بامیان یعنی چی؟ طالبان با منحدم کردن بودای بامیان دشمنی خود را با دیگر تمدن‌ها در جهان اعلام کرد و از طرف دیگر تبعیض و تنفرشان را نسبت به مردم ما به نمایش گذاشت. طرز فکری که زنان را از صحنه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حذف کردند. حذف زنان از صحنه‌های اجتماعی، سیاسی، از صحنه‌های فرهنگی و اقتصادی یعنی چی؟ یعنی جهالت، یعنی تاریکی، یعنی بی‌سوادی، یعنی به پس رفتن. زیرا ممکن در بین جمعیت زنان کشور ما استعدادهای نهفته باشد که کشور ما را در پیشرفت‌های علمی و اقتصادی کمک کنند. ممکن در بین زنان کشور ما استعدادهای نهفته باشد که ما را در ساختن جامعه سالم‌تر، نظام سیاسی سالم‌تر و نظام اقتصادی سالم‌تر کمک کنند. آره، ما مسئولیت داریم. ما باید نسبت به آنچه که در بهسود و دایی مرداد گذشت باید حساسیت نشان دهیم و در عین زمان ما مسئولیت داریم که علیه طرز فکر که بروی کودکان افغانستان به خاطر که مکتب میرود اسیر بپاشد مبارزه کنیم. ما مسئولیت داریم. دوستان، وطنداران، ما مسئولیت داریم که نگذاریم بعضی از کشورهای همجوار ما، مردم ما، خاک ما، کودکان ما، تأسیسات فرهنگی، تأسیسات و نهادهای اجتماعی و سیاسی و زیربناهای اقتصادی کشور ما را فدای منافع دولتیشان کنند. این به مفهوم نفرت نسبت به کشورهای همجوار ما نیست. این به این مفهوم است که کشورهای همجوار ما به صلح، ثبات، آرامش و شکوفایی در کشور ما احترام بذارند. ما مسئولیت داریم.